دوستان عزیز در خدمت پیروز پاشا هستیم، پادشاه درود به همگی شهر آلانیا و این مصاحبه ای که قرار بود مدت ها پیش انجام بشه و همه از ما میپرسیدن که بنده شرمنده شما، تقصیر منه خودش تقصیر منه. نه، من که بارها از پیروز جان خواهش کردم ولی هر بار یه اتفاقی پیش میومد، یه دلیلی بودش، حالا یا مسافرت های شما بود یا کووید شد، بعد اون اتفاق برای من افتاد. ولی اینجا هم در خدمتتون، در خدمت شما هستیم، بگیم گفتگو کنیم. آره، چون یه بار دیگه هم ما گفتگو داشتیم ولی من دوست داشتم که مصاحبه هستی با برنامه خودم توی برنامه روی خط داشته باشیم و کلی سوال واسه خودم آماده کردم که این بار که دیگه گیرتون آوردم یه مصاحبه توپ داشته باشیم که اصلا تمام بیننده های ما که اینقدر میگن شما آلانیا هستید، آقا پیروزم آلانیا هست، چرا استفاده نمی کنید، اینقدر دعوتش نمی کنید تو برنامه؟ نه، ایشون اتفاقا خیلی به من گفتن، من آمادگیشو نداشتم. الان بنده در خدمت شما. خواهش میکنم. چرا شو استایلتون عوض کردید؟ استایل عوض نکردم، طبیعت. بعد اینجا میدونین که تله خیلی ارزش افتاده، گرون شده رنگمون. آخه اینجا واقعا همه جای دنیا گرون شده ولی اینجا خیلی محسوس‌تر گرون شده. والله چه عرض کنم. نه، من دوست دارم موامو. من با طبیعت در جنگ نیستم. شما که به علت پول نیستش که وضعیتون از همه ما بهتر قرار شده. ولی می‌خوایم بریم عکس بگیریم از ماشینامو. نه بابا، خواهش می‌کنم. شما دیگه کهنه‌کار موسیقی هستید ولی در کل بهش فکر کرده بودی در گذشته که مثلا استایلتون یه تغییراتی درش بدید یا اتفاقی شد؟ اصلا من چهرم خیلی عوض شده همین سالها که میگذره. از یه طرف خیلی خوبه چون مثلا راحت خیلی میرم بیرون، خب نمیشناسن، واقعا نمیشناسن. اونایی که خیلی فنن نه، من هر کاری با چهرم بکنم میشناسن. ولی مثلا شهرام جون که میدونین اینجاست، با شهرام جون که میریم بیرون گرفتاریم چون ایشون اصلا چهرش عوض نشده و خیلی یه ذره فکر کنن یادشون میاد. من چهرم خیلی عوض شده غیر از رنگمون. غیر از رنگمون. بله. شما میدونین یه دوره کراش و به قول معروف همون کراش بگیم بهتر همه یه دخترای ایران بودید توی دهه هایی. زمان خودش رو داشت، یادش بخیر. بله. خبرو میرسید آمریکا؟ بله، من خیلی خب اون موقع نامه میفرستادم. آها، مثل سیاوش که میگفت فکس نامه رسیدن. فکس میدادن، نامه مینوشتن، کارت پستال میفرستادن. من همه رو جواب میدادم. همه رو جواب میدادم. واقعا میرسید نامه ها؟ بله، بله. ما آدرس پستی داشتیم. بعد اون موقع پیغامگیرا بلند میشه یه صبح مثلا میزی پیغامگیرتون پر آرا اینجوری بود؟ بله، رو تلفنم خب پیغام میذاشتن ولی بیشتر فکس و نامه و کارت. من قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، چون خودم واقعا یکی از کسایی هستم که بیشتر از اینکه طرفدار موزیکتون باشم طرفدار منش و اخلاق و رفتارتون هم، چون به خاطر کاری که داریم با همه در ارتباطیم ولی شما یه شخصیت متفاوت با تمام آرتیست های دیگه هستید، یعنی کاملا نوع صحبت کردنتون، نگرشتون و دیدگاهتون، اصلا نمیدونم حالا به خاطر علت اصلیشو شاید تربیت خانوادگیتون بوده یا خودتون کسب کردید. آفرین آفرین، اینا همه کردیت ها به پدر مادر میرسه. خب شما اصالتاً کجایی هستی؟ من تهران به دنیا آمدم. اصلا بچه کجایی؟ ناف تهران، بیمارستان میساقیه که اون زمان اسمش بود میدان کاخ، که اسمش الان گشتم میدان فلسطین. من نمیدونم دست این فلسطین چه کنم. حالا من درست ناف تهران به دنیا آمدم. کاخ میدونه هنوز همه بهش میگن کاخ؟ خیلی هنوز خیابونا رو همون ها سباسته صدا میکنم، چون من یادم اولین عینکی که گرفتم تو خیابون کاخ گرفتم. بعد هیچکی فلسطین صدا نمیکنه مثلا سر کاخ، تاکسی هم میخوای بگیری همون کاخ رو میگی. بله. پس شما بچه من تهران به دنیا آمدم. بله. یه جوری وسط
مرکز تهران، ما هم یه ذره پایین‌ترش امیریه بودیم، ولی کاخ یه ذره بالاتر بود و شمالی‌تر بود و خیلی آدمای معروف و مشهور و بچه تهرانای اصیل هم زیاد از اون مناطق بود. من پر سینما بود دور بر ما، پر سینما. من با پدرم خیلی سینما میرفتم اونجا، دیزنی، فیلم‌های دیزنی که میومد میرفتم. بعد شاید جالب باشه براتون، فیلم Enter the Dragon بروسلی رو من 13 بار تو سینما امپایر دیدم. 13 بار؟ بعدم خب من خیلی کوچیک بودم، من 14 سالگی از ایران اومدم بیرون. بعد با گماشتمون میرفتیم، بعد از فیلم میرفتیم این عرق‌خوری های ارامنه که ساندویچ ژامبون بخوریم با کانادا. هنوز مزایای زیر زبونمه. چقدر اونا بودش تا چند سال پیش که من ایران بودم، مثلا ولی پیر شدن. آره نه، ژامبون هست فقط برای ارامنه. ارامنه آره. ولی توی 14 سالگی آدم یه دفعه وطنشو ازش فاصله بگیره، برای هم میدونستید که قراره برید دیگه برنگردید؟ بله، من یک تابستون اومدم امریکا که پدرم مادرم منو فرستادن. من خواهرم و شوهر خواهرم اینجا سان فرانسیسکو تحصیل میکردن که ببینن من دوست دارم بمونم اونجا یا نه. یه تابستون اومدم برای دو ماه، برگشتم گفتم بله من دوست دارم برم، که اومدم و که خواستم که برگردم ایران که هم فامیلم رو ببینم اینا، پدرم اجازه نداد، گفت اینجا شروع شده و شد انقلاب. بعد پدر اینا ایران بودن؟ بله پدر. خب بعد دلتنگی نمی اومد سراغتون؟ خب چی؟ بالاخره من توی خانواده بزرگ شدم. چون شما هنرمندید میگم برهاد، ولی تنها نبودم، من خواهرم اینجا بود، خواهر بزرگم اینجا هستن. بود مواظبم بود تا 2 سال. بعد 16 سالم که شد با پسر خالم که 18 سالش بود، ایشون دانشکده میرفت، من دبیرستان میرفتم. کار موزیکی رو از کی شروع کردید؟ یعنی زیر 14 سال؟ موسیقی تو خانواده ما همیشه بوده. من پدرم تنبک میزدم، اولین سازی که یاد گرفتم تنبکه. بعد برای داییم از آلمان آکاردون بردیم یه ذره با اون. ببین من این تارزان همه سازا رو پریدم، مثل تارزان میره از این درخت بخورم. من با همه سازا آشنایی دارم به اندازه خودم. پس از زمانی که تو ایران بودید با ساز و موزیک آشنا بودید؟ بله. به خاطر خانواده. بله. و بعد هیچ کسی تو خانواده به صورت حرفه‌ای قبل از شما رفته بود دنبال جمعه عشقی و دلی میرفتن سمت؟ من 3 تا دایی دارم که متاسفانه 2 تاشون فوت کردن. یه دایی معلم فیزیک بود، سنتور میزد و میساخت. هم یه داییم ویالون میزد، یه داییم تو ارکستر کار میکرد با خواننده‌های معروف اون زمان، که الان ایشون رهبر ارکستر هستن در آمریکا، عبی قاسمی رهبر ارکستر سمفونی هستن و کامپوزر هستن. این داییه بود که من هم بچه بودم دنبالش بودم همیشه. آخه آدم، من خودم هم داییمو خیلی دوست داشتم. من اون ارتباطی که با داییم داشتم با عموم نداشتم، نمیدونم چرا. خیلی هم میپرسم دایی نزدیکتره؟ به دلایلی دایی نزدیکتره. شما هم الگو برداری کردید ازش اینجوری؟ خب دیگه تو موسیقی بود، من موسیقی دوست داشتم، میبرد من درام تمرین میکردم. چون ساز اول من در اصل، اگه شاید جالب باشه براتون، ساز اول من درام پرکاشنه. یعنی من اصلا به خاطر این درام پرکاشن اومدم تو موسیقی. بر حسب تصادف بنده گیتار به دست شدم و خواننده. یعنی عشقم درام پرکاشنه. مثل جوانهای همدوره شما، خب خیلی ها میگن ما فرامرز اصلانی رو دیدیم و عاشق گیتار شدیم و اینا، ولی در حقیقت شما گیتاریست نبودید، قبلش سراغ درام رفته بودید. من همه چی هم خودآموز بوده. مثلا ما پدرم آکاردون برد برای داییم، داییم از انگلیس گیتار رو برد برای من. من اونجا کوچیک بودم، گیتارم با 3 تا آکورد همه آنگارو میخوندن. چون خودآموز بودم هیچی. یعنی اصلا اینقدر شوق موزیک داشتید که هی میگرفتید دستتون، بازی میکردید، کار میکردید. بله. و حالا اون موقع هم که مثلا بیشتر درامز. بله، درام پرکاشن. بعد همه سازا رو هم تو خونه داشتی؟
اینجا که همه چی دارم. دایم منزل دایم یعنی مادر بزرگم که میرفتم، دایم خب تو ارکستر داشتن دیگه. بعد تو یکی از این اتاقا همه چی چیده بود همیشه. من درام میزدم حسلم سر میرفتم پای کیبورد یه ذره میزدم حسلم سر میرفتم بعد میرفتم یه ذره گیتار میزدم حسلم. تنها به سازی که دست دادم گیتار بیس بود، چون برای پسر بچه گیتار بیس جذابیتی نداشت، ولی مثلا پرکاشن درام کیبورد گیتار اینا. بعد متوجه شدم چقدر گیتار بیس ساز مهمیه، یعنی پایه استراکچر موسیقی، مثل که شما های ساختمون بسازید، پایه اصلیش درامز و بیسه، بقیهش تزئیناته. چه جاله. بله اونا اصلی هم. و بعد از کی دلتون درون خودتون به این فکر کردید که هنرمند حرفه‌ای بشید، یا اصلا این موضوع اتفاقی صورت گرفت تو زندگیتون؟ سر راهتون خدمت شما عرض کنم که من حدود 3 سال و نیم 4 سال مثل تارزان در حتی من دبیرستان که میرفتم شبا میرفتم کالج، یعنی یه کورس کالج داشتم بیزنس ادمنستریشن. من این تارزان همه چی رو تاچ کردم، از کامپیوتر ساینس، بیزنس ادمنستریشن، انتروپولوژی، نمیدونم سایکولوژی. یه سال کامل فشن خوندم. یعنی در دنیای موزیک که اینجوری بوده تو دنیای من داشتم میخواستم ببینم تحصیلتون هم جوان بودم دیگه، میخواستم ببینم چیکار میخوام بکنم برای ادامه زندگی. اینی که خانواده فشار نمی آوردن از اول نوشته شده بود که مثلا اینکه سرنوشت بنده موسیقی بوده که من گفتم شاید یه وقته مثلا پدرتون که به هر حال براتون پیشنهاد امریکا رو داده بودن، خودشون مثلا هیچ کدومو بهتون پیشنهاد نمی‌کردن که پیوز جان مثلا اینو بریم تو ممکنه موفق تر باشی. خب بالاخره همه پدر مادر رو دوست دارن بذاره بچه‌هاش یا دکتر یا مهندس بشه، ولی نه ما آزاد بودیم، آزادی افکار داشتیم همیشه حسرت کودکی. خب یه سری قانون‌های بود که باید، چون پدر منم ارتش بودن تو ارتش شاهنشاهی خدمت کردن 27 سال اینی که خیلی هم دیسیپلین بود و با دیسیپلین ما رو بار آورده بود. نه من میگم از این شاخه پریدم به اون شاخه و همش حوصله‌ام سر میره پس همه چیز خیلی سریع. حتی فشن رو که خیلی دوست دارم که یک سال خوندم اونم گذاشتم کنار. اتفاقی که افتاد پدر من فوت کرد خیلی سالای پیش، یعنی من درست بعد از این یک سالی که درس فشن خونده بودم، من موقع لس آنجلس بودم، پدرم که فوت کردم من رفتم سان فرانسیسکو پیش کازینو فامیلا. اونجا با یه مثل برادرمه، یعنی اینقدر دوستش دارم، ابی حمیدی آشنا شدم که ابی فلوت میزد من درام. ابی شروع کرد کیبورد زدن، ما یه بند درست کردیم، ابی جان کیبورد شروع کرد زدن، من شروع کردم گیتار زدن و خوندن، چون ما خواننده پیدا نمی‌کردیم. من ولی بعد خیلی دوست داشتم درامر بشم. خلاصه ما گروه 6 و 7 رو شروع کردیم، از اونجا شروع شد. یعنی اگه بخواید شما بگین کار من یکی از درآمدام چی بوده از اون سال، که میشه سال 84 85 میلادی، من از اون موقع شروع کردم پول در آوردن. ما یک گروه خیلی خوبی شدیم و همه خواننده ها که از لس آنجلس می اومدن یا سن حوزه یا سان فرانسیسکو برنامه داشتن، ما اوپنینگ اکت بودیم، یعنی موزیک اولی که میرفت رو استیج شما میرفت، ما گروه 6 7 بود. بعد مثلا خب اون موقع دوست خوب منم خیلی سالا با هم دوستیم، سیاوش مثلا آلبوم داده بود، سیاوش می اومد، فرمرز آصف می اومد، شهرام جون می اومد، خانم لیلا می اومد، نه لیلا جون اون موقع اونجا نبود، خلاصه خواننده ها می اومدن اونجا، ما اوپنینگ اکت بودیم. شما جز خواننده هایی هستید که قبل از این که خوانندگی رو شروع کنید نوازندگی رو شروع کنید. من اصلا موزیسیانم، من نوازندم، من هیچ وقت نمیگم خواننده.
بعد چی شد که این نوازندگی تبدیل شد به خوانندگی؟ میگم دیگه، ما خواننده پیدا نکردیم. آه نه، گیتار افتاد دستم. خب اون به صورت حرفه‌ایشو میخوام بدونم که دیگه تصمیم گرفتید یه ترکی تولید کنید، وارد بازار بکنید. خب اون میشه زمان بلک کتس. ببینید یکی از این کنس تا اون موقع اتفاق نیفتاد. نه من ببینید آهنگ بیا بیا بیبی جون من اون زمان نوشته بودم و بیبی جون اجرا نمیکردیم، ولی بیا بیا یکی از آهنگای، چون ما هم کاور میکردیم، کاور بند بودیم، مثلا آهنگای شهرام جون هم میخوندیم، آهنگ ابی هم میخوندیم، ولی آهنگای اوریجینال خودمون هم داشتیم که میخوندیم. جالب اینجا که یک برنامه‌ای که در سن حوزه بود شهرام جون کنسرت داشتن و ما اوپنینگ اکت بودیم، با شهبال آشنا شدم و هیچ نمیشناختم شهبال، نمیدونستم کیه. گفت من شهبالم، برادر بزرگ شهرام جونم، من تو ایران بلک کتس رو داشتم، فرهاد خواننده بود. ما کلی با هم دوست شدیم و حتی همون شب گفت شهرام جون که میخونه بیا بالا با ما گیتار بزن، بیا رو استیج با ما گیتار بزن. بعد بازم صحبت کردیم. اون زمان من سنازه زندگی میکردم که به دعوت شهبال جان شهبره گفت من میخوام گروه بلک کتس رو ورژنش رو در آمریکا شروع کنم و دوست دارم که شما به ما ملحق شی. در حقیقت شما اولین بلک کتس بعد از انقلاب هستید در آمریکا. در آمریکا. بله. یعنی اون چیزی که از بلک کتس الان مردم دیگه به خاطر اینترنت و سرچ کردن الان دیگه به پیشینه بلک کتس رو میدونن از زمان پوچینی و اون داستان. بله. همه برمیگرده به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب استارت با شما بوده که اینقدر پرقدرت زده شد، چون وقتی بلکت شروع کرد و بلا فاصله هم کار گرفتش. ما حدود 5 سال آلبوم نداشتیم. من 87 با شهبال جان شروع کردیم همکاری، ولی آلبوم ما 92 اومد، اولین آلبوم به اسم پول 92 اومد به بازار. اون موقع ما یک گروهی بودیم که خواننده‌های مطرح اون زمان می اومدن ما رو هایر میکردن، استخدام، درسته، استخدام میکردن، استخدام میکردن که باشون مثلا بریم تور اروپا. از همه بیشتر با شهرام جون کار کردیم، خب بالاخره دو تا داداشا، و ما اون مدت آلبوم نداشتیم. 92 اولین آلبوم بلک کتس اومد بیرون به اسم پول. توی این سالها فقط توی این تورایی که میرفتید داشتید ارنج میکردید، مثلا برنامه ریزی میکردید برای آلبومه یا نه؟ راستش بخواهی یه دفعه شده نه. نه، بعد از یه مدت شهبال جان گفت خب وقتشه که ما یه آلبوم خودمونو شروع کنیم تهیه کردن، شروع کردیم آهنگ انتخاب کردن که بیا بیایی که من 83 نوشتم اومد تو اولین آلبوم بلک کتس و یه تعریف نباشه ولی موفق بود. هر سه آلبوم موفق بود چون تیم بسیار خوبی بودیم، من، شهبال و دیوید، سه تا سلیقه و بازم تعریف نباشه سه تا سلیقه خوب و با هم تیم ورک داشتیم. ببینید خیلی مهمه، با هم تیم ورک، کار گروهی، با هم تیم ورک داشتیم، با هم حل میکردیم مسائل، انتخاب میکردیم. و اون زمان، حالا جالب است خدمتتون بگم، اون زمان خیلی ضبط آهنگا و خوندن و اینا راحت اصلا نبود. الان دستگاه هست، هارد ویر هست که یا میان بدترین خواننده رو میکنن بهترین خواننده. اون موقع از این خبرها نبود. شما باید درست و با معنای کلمه رو باید میرسوندی، نه تنها باید کوک میخوندی، باید اجرات باید درست باشه. من باور کنیم بعض وقتا یه خط رو 10 دفعه میخوندم، 20 دفعه میخوندم، شهبال دوید میگفتن نه کوکی ولی اجرات خوب نیست. خیلی ما سخت کار میکردیم موقع، یا همه خواننده هایی که اون موقع ضبط میکردن. الان خیلی راحت تر شده البته. شما پس یه جوری جزء همون نسل به نوعی قبل از انقلاب و اوائل
بعد از انقلاب هستید دیگه، که هنوز کامپیوتر و این اوتوتیون و این چیزا نیومده بود. تازه کامپیوتر اومده بود که خداییش دائم کرش میکرد. یعنی شما نیم ساعت روش کار میکردی، دو ساعت بعد باید میسادی تا ببینیم این مشکلش چیه. چون ببینید هر یه سازی، هر یه چیزی که تعیین میشه تو موسیقی ترک بهش میگن. خب این تعداد ترک ها که زیاد میشد اون موقع کامپیوتر رو نمیتونستن هندل کنن، کرش میکرد. همین الان هم پروژه‌ای وقتی اینقدر سنگین میشه یه دفعه می‌بینیم میری خروجی بریم. خیلی بهتر شده البته، و خیلی چیزایی که انجام شده لایو تو اون آلبومای اون زمان. من یه سوالی اول قبل از اینکه برم سراغ سوالای اصلی، البته هنوز به سوالام نرسیدم این همه زمان گذشت. شما پیروز پاینده آزادید ولی اینجا همه به اسم پیروز پاشا میشناسنتون، این داستانش چیه؟ من این واژه پاشا رو خیلی دوست دارم. دوست داری؟ چون یه دوستی در امریکا دارم به اسم کیان پاشا، همون کیان. کسی که برنامه توفان عزیز بله، بله. بسیار مرد مهربون و خواننده خوبی هم هست، صدای بسیار قشنگ داره. من این پاشا رو همیشه دوست داشتم. اینجا به وزرای شاه میگفتن پاشا. و من دیگه همه برنامه پاشا نمیدونم، یو شد پیروز پاشا. آخه ما توی تیتراژ برنامه‌مون هم که شما کمک مرجان کردید و چقدر اون ملودی قشنگی همیشه آخر برنامه‌مون میگه. خدا کارا رو مرجان جون همش کردیت ها رو به من میدن. فقط از من خواستن که حالا نظر خودم بگم یه مقدار. دقیقاً حالا آخر همه برنامه‌مون میگیم خوش باشید پیروز و پاینده، بای بای تا برنامه آینده. و این نشون میده که توی ملودی و شعر و همه چی دست دارید. و اینکه از اول هم اینجوری بود، یعنی اومدی توی کار حرفه‌ای، حالا الان وارد کار حرفه‌ای شدید با بلکس، قرار شده که مثلا آلبوم بسازید و دو تا از کارهای اون آلبوم رو شما از قبل نوشته بودید، درسته؟ بله، که قرار بود بیبی جون رو بذاریم تو آلبوم اول بلک کات که نذاشتیم. ببینیم، ما دموکراسی رو رعایت میکردیم موقع شهبال و دیوید گفتن نه این آهنگ رو نذاریم، که من روی گل جفتشون رو بعدم بوسیدم چون شد شاگل آلبوم خودم که وقتی جدا شدم از بلک کات. سوال چی بود داری؟ توی اون زمانی که با اولین مجموعه که از شما با بلکس داشت می اومد بیرون، کار نوازندگی و خوانندگی، یعنی کارهایی که دوتا از اون کارا رو خودتون از قبل نوشته بودید که میگید که باعث شد که اونو بعدن توی آلبوم خودم بذارم. خب باقی کارا کدومشون بودش که مال خودتون؟ بازم تعریف نباشه، نصف بیشتر کارا مال من. تو اون سه تا آلبوم اگه نگاه کنین کردیت ها رو بخونین، نصف بیشتر اونا کارا رو خودم نوشتم. بل ترانه هاشو به غیر از دوتا ترانه بسیار زیبا که خوبه که یادی از ایشون بکنیم، خانم ژاکلین ویگن عزیز دوست داشتنی، که ترانه عشق 17 ساله رو به ما دادن که ملودی ترجیبن مال خود ژاکلین بود، بقیه رو من نوشتم. اولین تنظیم پروفشنال من عشق 17 سال است که تمام تنظیم خودم انجام دادم و خوشگله. شما تنظیمم انجام میدی؟ تا یه حدی. کار شخصی خودم. ببینیم کار آشنایید. ببینیم ما تیم ورک داشتیم، مثلا دیوید و شهبا جان یه آهنگش ترانه و آهنگی که شهبا جان نوشته بودن، تنظیم اگه کردیت ها رو بخونه نوشته دیوید و شهبا. خب مثلا یه سری ملودی ها رو شهبال جون نوشته بود که شده عکس کامل اون کار، من و دیوید. ولی من تنظیم های پروفشنال نیستم بخوام برای کسی تنظیم کنم، نه. بله سلیقه‌ش رو دارم، ولی انقدر الان کسانی هستن که کار تنظیمشون فانتاستیک، اصلا بی نظیره. از زمان کودکی بنده بگیرین در ایران، مثل واروژان نام ها، منوچهر چشم آذر،
ناصر چشمازا، خیلی دیگه، حالا نمیتونیم از همه اسما رو بگیم، و الان این در حال حاضر شوبرد آباکیان، خیلی ها رامین زمانی، شوبرد آباکیان، خیلی در ایران الان من با مهران خلیلی عزیز دارم کار میکنم، بی نظیر سلیقه این مرد تو ایران، بی نظیره، بی نظیر. و خوبیش اینه که میشه باش کار کرد، من با خیلی ها کار کردم، ولی همیشه دنبال اون میگشتم که بتونم راحت باش کار کنم. و یه چیز جالب حالا خدمتون بگم، زمان کودکی من وقتی که یه ترانه از خانم گوگوش پخش میشد یا از آقای داروش پخش میشد، یه تیم میومدن این کارا رو انجام میدادن، ترانه سرا، آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده میومده این کار رو اجرا میکرده. این تیما خیلی موفق بودن، شده شقایق، فرید زولان، شده هجرت، ترانه هایی که میشناسیم و هنوز به هنوز پل، یا تا صبح من میتونم اسم بیارم، همه یه تیم ورکن، بابک و یاد سارم تیم بودن، کار تیمی میکرد، اردلان سرفراز شمعی زده مثلا یه تیم. حالا من این تیم رو پیدا کردم برای خودم، برای خود مهران خلیلی عزیز. این تیم جدیدتونه؟ بله، اشکان خشایی که خیلی با احساس می‌نویسه و خیلی هم خوش صداست، جفتشون خوب می‌خونن. من این تیم رو پیدا کردم و کارهای جدید نوشتم، یعنی برام نوشتن، که دوتاش ترکیه، یعنی اوریجیناله، کپی آهنگی نیست که پخش شده، اوریجینال ترانه سرای ترک نوشته، اسمش از باران گونش، باران گونش، باران گونش، و اشکان خشایی آهنگساز بوده، تنظیم ها رو دادیم به مهران. الان ما چهار تا کار رو داریم کار میکنیم به اضافه یه کارهای دیگه. یه سورپرایز هم براتون دارم ولی نمیگویم، باید بگید چون سورپرایز، برنامه بدون سورپرایز نمیشه. نه سورپرایز واقعا، ولی جذابه، بهتون قول میدم جذابه کار. همیشه میخواستم توی مصاحبه اولمون با هم راجبش صحبت کنیم، اون دوره‌ای که شما کارتون رو در امریکا شروع کردید، فیدبک ایرانیای توی امریکا رو میدیدید و از ایران هم از طریق حالا کارپوستال و فکس و اینا میاد. حالا ما اون موقع تو ایران زندگی میکردیم، خب، و چشم اون موقع هنوزم موزیک ایران مثل امروز باز نشده بود، فضا رو باز نکرده بود، خیلی بسته بود. یعنی این اتفاقی که تو ایران افتاد همش پلکانی یه ذره، یعنی مثلا مورچه‌ای رفتش جلو، مثلا تو یه دوره اومدن مثلا قاسم افشار، تو یه دوره خشایار اعتمادی یه چند تا خواننده، آقای بابک بیاد داشت، حامی و اینا، بعد دوباره یه پله اومد جلو، ولی همه نگاهشون به لس آنجلس بود چون این موسیقی ها سیرشون نمی کردش، دوست داشتن با این آهنگای لس آنجلسی تو مهمونی‌هاشون برقصن، وقتی میرن سفر تا شمال دارن میرن موزیکه رو بذارن، حالا اون موقع نوار کاست بود، بذارن و گوش بدن. اون زمان با اومدن این نواره VHS، خب ما میشستیم و هر سال شماها رو میدیدیم، برنامه نوروزی، نوروزی. یه عده از خواننده ها بودن که از قدیم بودن که همه میشناختن، خانم مهستیق و خیلی های دیگه که از زمان قبل از انقلاب بودن، ولی یه عده با شما هم دوره شما، حالا اینکه دو سال عقبتر، یکی دو سال جلوتر، مثل آقای سیاوش، مثل خود شما و خیلی مثال های اینچنین، مثل خانم سوزان روشن، اینا تقریبا همه تو یه فاصله چند ساله با هم دیگه شروع کردیم. بله، اندیو کوروس، اندیو کوروس. ولی در مورد شما یه استایل متفاوت بود، یه استایلی در مورد موهای سرتون بودش که موهای سرتون رو سامورایی اون حالتی می‌بستید و بهش اون استایلی که شاید تو اون دوره هیچ کسی اونقدر به موه سرش اهمیت نمیداد و موهای قشنگ به اندامتون و چهرهتون و استایلتون و قد و بالاتون نشسته بود و انگار مثلا یه نفر رو موی شما اختصاصی کار میکرد. حالا واقعا کار خودتون بود یا برای اون کسی؟ نه، کار خودم بود. من از کودکی سرخ‌پوستا رو دوست داشتم. آها،
اونا موهاشون اونجوری میبستن، ساخت پوستن. چون بعدها یکی از آرتیستای ایرانی هم، آقای گلزار هم یه دوره رفتش موشو اینجوری کردش، دیوید بکم. دیوید بکم آره. و خیلی بعدها این کار کردن، ولی فکر میکنم شما جز اول قبل از منم انجام داده بودن، انجام داده بودن. تو مارکت ایرانی شاید نه. ولی حالا سوای اون داستان، وقتی که پای مصاحبه بلکت باز میشد توی این شوهای تلویزیونی و ما دوست داشتیم که خب حالا این موزیکایی که از بلکت اومده، خب اون موقع ما هم مثلا 15-16 سالمون، 17-18 سالمون بود، بشینیم حرفاشون رو بشنویم. شما سه نفری میمدید میشستید، شما معمولا اینجوری بودید؟ بله، من و دیوید شهبال. شما و دیوید شهبال مثلا حالا توی تلویزیون های مختلف که دعوت میکردن و عادت به برنامه نوروزی داشتن، ولی هیچ وقت شما صحبت نمیکردید. من خجالت میکشیدم. آره، همیشه دیوید شهبال که فارسی بلد نبود. عراقی هستن ایشون؟ آسوری عراقی. آسوری عراقی هستن. و اصلا صحبت نمیکرد، فقط یه وقتا تایید میکرد. با سخنگوی ما شهبال جان بود. آره، و اصلا هیچ وقت نمیشد، میشستیم که مثلا ببینیم پیروز چی میخواد بگه، کل صحبت ها انجام میشد بدون اینکه یه کلام. بله، من اصلا سختم هم بود چون من کودکی اومدم امریکا و اینجا دبیرستان، و اون موقع خب ایرانی خیلی کم بود، یعنی یه ایرانی میدیدیم مثلا تو دبیرستان من که اصلا ایرانی نبود، من خوشحال میشدم یه هموطن میدیدم، ذوق میکردم. آره، اوه بله. خب سخت بود، ببینین مصاحبه جدیه، یا من همش میترسم یه واژه اشتباه دهنم بیاد بیرون، یه حرفی بزنم بد باشه. بعد میدیدید شهبال هم مثلا تجربهش بیشتر، شهبال جان کارش انجام بده. و بعد هیچ وقت این حس چیز، خب به هر حال توی کار گروهی ما ایرانی ها هممون ضعیفیم، یکی از چیزاییه که همه میدونن اینو. خیلی بهتر شدیم ولی. بهتر شدیم؟ بله. معمولا مثلا تو وزن برداری همیشه خوبیم، تو پشتی خوبیم، ولی فوتسال، بسکتبال، والیبال بله، تعداد هنوز به 11 نفر نرسیده، ولی دو سه نفره رو میشه جمع. وار پولو نه، خیلی بهتر داریم میشه. بعد اون موقع هیچ وقتی پیش خودتون بعد از مصاحبه ها به این فکر نمی کردید که مثلا چرا مثلا منم اگر مثلا فلان خاطره رو تعریف می کردم یا راجع به فلان آهنگ حرف می زدم بهتر بود؟ خیلی صحبت می کردم، خیلی کم صحبت می کردم. خیلی کم صحبت. بله. پس اصلا هیچ حس منفی بینتون نبود همیشه با این؟ اصلا. سخنگوی ما از اول ما خطا مشخص بود، سخنگوی ما شهبال جان بود. و من فکر میکنم بعدش که شما کارتون رو جدا کردید و بعد از 12 سال رکوردارشون بندم، هنوز رکوردار بندم. یعنی تو این همه گروه بلکت که اومد هیچ گروهی 12 ساله نشد؟ نشد واقعا. نمیدونم، ولی علاوه خود گروه بلکت رکورد دست بنده است. آره، دست شماست. خیلی راحت آدم میتونه یه فکر کوچولو هم بکنه، متوجه میشه که هیچ وقت بیشتر از. و اینکه در اون دوران کنسرت های بزرگی، مثلا من یادم هستش که تینیجا و مثلا بچه هایی که مثلا 14-15 ساله بودن تو خانواده ها، اگر 10 تا خواننده توی شو نوروزی پخش میشد، همه بلکت سر رو گوش میکردن. یعنی اون تیپ جوونه دنبال این بودش که اون کارا رو گوش کنه. تو خود امریکا هم اینجوری بود؟ کارا متفاوت بود. ببین، 3 تا سلیقه بود. خب همچون خدمت گفتم بیشتر ترانه ها من نوشتم و شهبال جونم بسیار ترانه قشنگ نوشت و کارها متفاوت بود. شما آهنگ پولو توجه کنیم بهش، کار شهباله. رنگ و رنگو گوش کنیم، کار شهباله. که همه بهش میگم پیش پیش ماما. بعد مثلا جینی متفاوت مینوشت شهبال. و اینا که میشد یه مجموعه آلبوم، بورینگ نمیشد. ببین بعضی بورینگ میشه چی به فارسی؟ مثلا حوصله سر بر. شما وقتی این مجموعه رو گوش میکردین همه کارا جذاب بود و فرق میکردن با هم دیگه.
و اینکه توی امریکا وقتی یه کاری در می اومد از شما چقدر زمان می بردش اون موقع تا می فهمیدید که این کار تو ایران هم شنیده شده؟ حالا اون موقع که اصلا اینترنت نبود. خب نه، خب ما شبکه های تلویزیونی داشتیم که یک شنبه ها پخش می شه، 3-4 تا بودن، جام جم بود اگه اشتباه نکنم، تلویزیون ایران بود فکر کنم. خب از این، خب از این ویدیو پخش می شد. بعد بالاخره آلبوم ها و VHS ها به ایران میرسید که من چه داستان هایی سره. یکی به من میگفت باور کن پیروز جان اگه با تریاک ما رو میگرفتن جرمش کمتر بود تا اینکه ما رو با کاست VHS میگرفتن. همینجوری بود واقعا. الان یه دفعه به صحبت میکردیم میگفتن تو زندان رفتی، گفتم آره یه بار به خاطر VHS میگرفتن. ما قایم میکردن تو منازل، میگفتن روکش مینداختن، خالی مینداختن، نمیدونم چی مینداختن که نه کسی احیانا لو نده مثلا. آره بدتر از اون این بودش که یه جا میخواستی بری مهمونی مثلا خونه خالت، مثلا این بودن فلان فیلم رو بیا میذاشتی اینجا شکرد و یه دفعه ایش تو قلمبه بود، بعد ایست بازرسی رد میشد مثلا با این ماشین ها میگفت بیجی بینم اون چی اونجا شکمت دیگه با چک و لقت سوار ما میکردن. ولی در اصلا میرسید این کارا به، حالا اگه تصویر نمیرسید ولی کاستا میرسید، VHS ها میرسید، خب اونجوری که تصویر ما رو میدیدن. زمان خوبی بود با همه سختی هاش. توی رابطه های خانوادگیتون به هم نزدیک شدید توی این سالا 12 سال؟ یه عمریه. ببخشید سوالتون رو متوجه شدم. تیم ورک خودتون توی این 12 سال رابطه بینتون چجوری بود؟ یعنی همیشه من و شهبال دیوی؟ آره بسیار خوب. همیشه خوب بود. همیشه خوب بود چون ما احترام خاصی برای شهبال داشتیم. ببینید من یه چیزی رو بگم، امیدوارم به اسامی که میارم بر نخوره، چون حقیقت اگرم بهتون برخورد اشتباه میکنید مثل من فکر کنید. پیروز رو کی میشناخت؟ هیچ. پیروز یه گروه 6-7 بود که سن حوزه و در سن فرانسیسکو یه فن بیس داشت که ما رو میدیدن. من نه آلبومی داشتم نه ویدیویی داشتم، هیچ. من اومدم تو گروه بلک کتس، خب 92 ما آلبوم دادیم. حالا پیروز همه میشناسن. حالا باعثش که شهبال شهبره. خب این برمیگرده به اون قد شناسی شما. شما متولد چه ماهی هستید؟ ماه ایرانی. من اردیبهشتی هستم. 14 اردیبهشت. حالا اینو داشتم میگفتم خدمتت. و این دوستای من بعد از من که اومدن، کامران هومن، کامیار، بچه ها پشت سر هم که اومدن، خیلی مثل من آدم های خوششانسی بودن. با کسی آشنا شدن به اسم شهبال شهبره و اینا همه کردیت های شهباله. شهبال خاک این داستان رو خورده. یه دوره شدش حدوداً 4-5 سال پیش که آرشیوهای تلویزیون جام جم ملی ایران لو رفت که سالها همه فکر میکردن که من و تو رفته از یه جایی تهیه کرده. روزای آخر بودش که آقای کیوان عباسی گفتش که این ازش سوال کردن که این آرشیوا که یکی از اون آرشیوا تمرینای گروه بلکتس بود که فرهاد نشسته. بله، و جمعونیه. دیدید اونو؟ بله. چون اون سالها بودش که هیچ کسی ندیده بود، فقط توی من صحبت دیده بودم. من قبلا دیده بودم. ماها ندیده بودیم چون همه توی خاطراتشون میگفتن که یه دوره‌ای بوده، زمانی بوده که فرهاد میخونده. چه زمانی بوده. آه. چه زمان خیلی خوبی بوده. همون کلوبی که شما اسمشو بردید، کوچینی. خیلی خوش‌شانس بودن کسانی که اون زمان میتونستن برن. و به خونه شما شاید نزدیک بوده. بله، من خیلی کوچی، من راه نمیدادم. آره ولی آره دیگه اون موازنه. فکر کنین شما بریم بشینین سر یه میز، فرهاد براتون پشت پیانو بخونه و هر هفته بخونه اصلا و هر شب بخونه و شما این شانس رو داشته باشین که بریم بشینین این خواننده واقعا یکیه دونه. من شهیدم که آقای شمایزاده هم حتی یه دوره‌ای باشون. بله، شهداد روحانی، شمایزاده، آقای مارتیک، شهرام جان عزیز، ابی عزیز، خیلی ها تو گروه بودن.
و اون ویدیوها زمانی که اومدش بیرون دیگه حالا یه جوری شده بودش که همه مستند و با کیفیت خیلی بالا، خیلی هم شیک بودن اون زمان، بازم شیک بود، خیلی شیک فکر میکردن بودن. مثلا این ممکنه با هوش مصنوعی یه چیزی درست شده باشه، مگه میشه مثلا 60 سال پیش اینقدر شیک بوده باشه؟ و چه اجراهایی، چه آهنگایی، مثلا ری چارلز میخوندن و چقدر خوب اجرا میکرد. با اینکه سیاه‌سفید بود ولی انگار مثلا رنگی بوده که اومدن سیاه‌سفیدش کردن و به هر حال به قول شما اینجا اون قدرت شهبال دیگه به همگان ثابت شد و من با اینکه خیلی دوستشون دارم و توی مصاحبه هم بهشون گفتم الان دیگه حتی یه بچه دهه 70 80 هم با یه سرچ ساده می‌بینه که 60 سال پیش چه اتفاقی افتاده و همونجا هم معلومه داره شهبال مدیریت می‌کنه. اگه دقت کنید شهبال تو... شهبال جان اصولا خیلی خوش سلیقه است تو خواننده از شما من میدونم که همه جا گفتی چهرام شهبال خیلی یارو دوست داشتم، واقعا به همه گوش میکردم، خانم گوگوشت، خانم تایده، شهرام جان شهبال، ابی ستار، داریوش، مازیار، کوروش یغمایی، کوروش یغمایی که خیلی دوست داشتم و جالب اینجا که ببخشید من سرما خورده بودم، الان تو خونه با پیانو سه تا از آهنگای کوروش جان رو مدلی کردم، اسمای ترانه رو نمیدونم ولی یعنی هر روز من این آهنگا رو تو خونه دارم اجرا میکنم برای خودم تنهایی. اینقدر دوستش داری؟ اصلا کاره اون زمان موسیقی اصلا فرق کرده، یه راه دیگه ای داره، یه راه دیگه ای میره، نه تنها تو مارکت ما تو ایرانی، حتی تو موزیک امریکایی. یکی از دوستان گفتش که دقیقا همون اندازه که موسیقی تغییر کرده سینما هم تغییر کرده، اصلا دیگه اصلا همون فیلم های فاخر دیگه ساخته نمیشه. واقعا همینطوره، یعنی من همش منتظرم نتفلیکس یه فیلم جذاب بذاره. البته یکی نگاه کردم و خوب بود، فورد اند فراری، مثل این که راجب یه کسی بودی که ماشین میساخته در امریکا، نه شلبی قشنگ بود، فیلم خیلی قشنگ، چون داستانم حقیقی بود که اون زمان چه اتفاقی افتاده. اون تنها فیلمیه که من چند مثلا 7-8 ساله که من یه فیلم خوب اینجوری دیدم که جذاب بوده برام. پس به طور کلی برخلاف اون مصاحبه‌های قبلی که ازتون دیدم، خواننده مورد علاقه انحصاریتون شهرام شب‌پره به تنهایی نبوده، همه رو گوش می‌گه شهرام جون رو بیشتر دوست داشت. ببینید من حساسیت خاصی رو شهرام جون دارم چون ما رفت و آمد خانوادگی داریم و خیلی به هم نزدیکی، من سالها باش ساز زدم، اون یه داستان دیگه است. با هم فیت هم بدید دیگه. بله میویدن. لطف کردن شهرام جون با من همکاری کردیم. ترانه یه فارسی از شهرام جون بود. انگلیسی و اسپانیشش رو من نوشتم. اون یه رابطه خاص خودشه. و اینا همه در کل، حالا ما نمیخوایم حق کشی کنیم، اینا همه یکی یه دونه های ما هستن. از بانو گوگوش گرفته تا همشون. اینا دیگه تکرار نمیشند. نخواهند بود. اینا کسایی هستن که یکی دونه ای ما هستن. مثلا تو امریکایی ها من خدای بنده استینگه، یعنی بی نظیره. من اگه میگن پروردگاری هست و فرق میذاره بین بچه هاش، واقعا فرق میذاره، چون به استینگ همه چی داده. هیچ کسری من نمیبینم تو زندگی این شخص. هنر بهش داده، اجرا بهش داده، ساز میزنه، تنظیم میکنه، مرد خانواده است، پول که داره فراوون، دو تا قصد داره، یکی تو انگلیس داره، یکی تو فرانسه. راجب پول صحبت کردیم، مدینه گفت بریم سراغش، کبابا. چرا باید خواننده های ما تو 80 سالگی هم برن بخونن؟
و بعد یه خواننده 13-14 ساله سوئدی با 2-3 آهنگ کار رپ که گذاشته تو اسپوتیفای 1,000,000 دلار تو یه سال تونسته پول بسازه. چجوریه که مثلا ما اینقدر مارکتمون فقیره؟ یعنی 85,000,000 ایرانی داریم، اگر 10,000,000ش یه دلار در سال واسه موزیک پول بذارن، حالا مثلا خیلی کارا میشه کرد. چقدر وقت داری راجع به این موضوع صحبت کنیم؟ من نمیدونم، من از شما که خیلی تجربتون بیشتره میپرسم. چون یه 7-8 ساعت لازم داریم تازه تاچش کنیم. آره عزیز من سریع فقط خیلی کوتاه بهت میگم، چون بی‌وطنی. آره راجبش صحبت نکنیم. میونه دو تا چشمون قشنگت خونه کرده، شب تو موهای سیاهت لونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی باز از ماجه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم آبادی ما بیرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهایی من باد میبره، دوتا چشمم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، حیف شکوفه توی این زمونه کرده. گشتیم به استودیو و در ادامه صحبت با پیروز عزیز هستیم، پیروز پاشای عزیز. کدوم یکی، پایاندازاد یا پاشا؟ من دیگه میگم پاشا دیگه از این به بعد. هر دوش پ پارسی داره، خیلی خوبه این، خوبه. حالا اگه یکی همینجوری بگه پاشا خالی، مثلا پاشا جان، ناراحت نمیشی؟ نه خیلی هم من پاشا صدا میکنم، آخه چون آره مرجان همیشه میگه. رفته بودیم خونه پاشا، بعد گفتم که پاشا، اوایلش گوشم عادت نداشتش چون همیشه پیروز جان میگفتم بهتون، بعد دیگه الان دیگه داره عادت میکنه. دوستای ترکم هم بعضشون پاشا صدا میکنن. آخه خیلی اسم دهن پرکنی هم هستش پاشا. قشنگه شیکه. و اینکه تو این بخش از برنامه میخوام برم سر وقت مهمترین قسمتی که توی سوالاتی که نوشته بودم میخواستم ازتون در این ارتباط صحبت بکنم. اتفاقی افتاد چندی پیش که کل جامعه هنری راجبش اظهار نظر کردن و اصلا همه رو ناراحت کرد به نوعی، چون اطلاع رسانی درستی راجبش نشد و من خودم هم اصلا همین الان مردد بودم که اصلا این سوال ازتون بکنم یا نکنم. چی شد که این اتفاق افتاد؟ میشه یه ذره راجبش واسمون توضیح بدید؟ چون اصلا یه عده اومدن به خاطر اینکه پیجاشون دیده بشه شروع کردن لایو گذاشتن و چه میدونم صحبت کردن که چه میدونم داستان اینجوری بوده، ما رفتیم فیلم ها رو دیدیم، اون یکی میومد میگفت فلانی اینجوری شده اینجوری شده، ولی هیچ وقت خودتون نیومدید باز کنید این قضیه رو، از نگاه خودتون این قضیه رو کسی بشنوه. به خاطر اینکه خیلی ناراحت کننده است این اتفاقی که افتاد برای من و خانوادم. شما فکر کنید که برای زادروز پسرتون برین، البته ما هیچ کدوم خداییش کلاب برو نیستیم، با این وجودی که من عاشق رقصیدنم، فکر میکنم خیلی هم خوبه، شادی نشاط میاره، ولی ما انتخابی کردیم رفتیم یک کلابی، همه چی هم خوب بود، درست هم از ما پذیرایی کردن. خیلی کوتاه میگم،
یک خانومی که هنوز من نمیدونم روس بود یا اوکراینیه، این خیلی مست بود، خیلی مواد زده بود. من و خانومم تو ماشین بودیم، دخترم، پسرم و که الان عروسمه با خواهرش، قبل از اینکه یه تونل باشه که شما خروج کنیم، میخواستن عکس بگیرن. گویا این خانوم میاد حمله میکنه به دختر بنده، پسرم میره سکیورتی صدا میکنه که بیاین دست دیده خانم دارن دعوا میکنن، چیز نمیشه، این واقع نمیشه، دخالت نکنه سکیورتی. حالا تا اینجاشو من براتون گفتم، دیگه خیلی داستان سر دراز داره. ما کماکان تو حالا ترکیه و انگلیسی و همه داره قاطی میشه، دادگاه داریم، کماکان دادگاه داریم. تمام ویدیوهای دوربین‌های مدار بسته رو ما مجبور کردیم همون شب پلیس تحویل بده و ما گرفتیم و داریم و اینا همه تو دادگاهه. این ویدیوها رو هر کسی ببینه خودش کاملا میفهمه که چه اتفاقی افتاده. نه من مست بودم، اینو شما بدونید. وقتی که دعوا در ترکیه میشه اتفاقا من خواستم همینم ازتون سوال کنم، چون یه آدم واقعا روانی اومده بودش همچین موضوعی رو مطرح کرده بودش که این علت اصلیش این بوده. من گفتم آخه ما این همه سال پیروز جان رو میشناسیم، از حالت طبیعی هیچ وقت خارج نشده، چجوری میشه؟ اصلا دوست ندارم همچین کاری. جوونی هم چرا مست کردم، تجربه کردم، ولی تو این سن سالی که رسیدم هر چیزی که منو از حالت عادیم بخواد خارج کنه، درست نتونم صحبت کنم، راه برم یا رفتار کنم، دوست ندارم. و شما ما چند بار با هم نشستیم؟ خیلی. رستوران، مهمونی، این ور اون ور، هیچ وقت از حالت طبیعی خارج نشه. حالا و این همه این ویدیو هست و ثابت میشه که چه اتفاقی افتاده. و ناراحت کننده تر از اون برای من اینه که خب حالا چونه من شکست که نستم کار کنم، تازه شروع کردم فعالیت کردن، روستیج رفتن و موزیکای جدید ضبط کردم. اون خانمه داستانش چی شد؟ هنوز تو دادگاه. که پس علت اصلی این ماجرا همون خانمه بود؟ یک زن بود که اون شروع کننده، روح حسادت، نمیدونم رو چی، اصلا نمیدونم چرا، شاید اصلا تو حالت طبیعی نبود. اصلا نبود. بعد خیلی جالب، اون خانوم و دختر پیروژان زده لطو پار کرده. حالا تو ویدیو میبینین همون موقع که اتفاق میفته این خانوم رو میبرن بیرون، تمام تصاویرش مشخصه، یه خط رو صورتش نیست. اون به دختر من حمله کرد که بعدش تو خیابون سکیوریتی گاردای اون کلاب تو خیابون به ما حمله کردن. ما منتظر پلیس بودیم که پلیس بیاد که بگیم چرا، که از اون خانم شکایت کنیم، ما کاری به کس نداشتیم که اونا به ما حمله کردن. حالا تمام این تصاویر هست. ناراحت کننده اینه که همینجور که شما گفتین، یک سری آدمای بیکار دروغگوی فکر کنم به داشته به نفع خودشون، بیزنس خودشون، من نمیدونم، با اونا رفیقن، اونجا میریزن و میپاشن، کلی حرف زدن. حالا اون شخص بالاخره آدم کوته فکر هست، نمیشه که گفت توی کره زمین آدم کوته فکر نیست. اینو من بیشتر اذیت میکنه که تو اون پیج، حالا منم اصلا نخوندم، به من میگن چیا نوشتن، که این گوسفند بقیه بدونه که حقیقت رو بدونند. حالا یه موقع شما میگی که مثلا میگی پیر جان شنیدم طرف اینجوری 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 شده اینجوری شده، شنیدم، شما نمیای مهر صبح بزن تایید بزنی که این اتفاق افتاده. خب آدم خیلی چیزا میشنوه، بندم خیلی چیزا میشنوم، و آیا میام حق کشی کنم؟ این خیلی کار بدیه. و پشت سر هم این گوسفند، بله اینجوریه، اون میگفته، اینا هم پشت سرش هی پیام میدادن که آره چقدر آبرو ما ایرانی ها رو بردن. خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید از خودتون. و واقعا اون روزای خیلی زجرآوری بود برای ما، به خاطر اینکه ارتباط
فوق‌العاده خوبی داشتیم و من بارها اومدم، ما چند بار تو برنامه اعلام کردیم، ولی متاسفانه یه عده آدمای چنان حق به جانب لایو میگیره که مثلا پیجشو چهار نفر ببینه، حالا پیجش چیه؟ پیج فروش خونه. من حتی با یکی دو تاشون درگیر شدم، یکیشون هستش که اصلا رابطمون سر همونم به هم خوردش، به من جایی که من همون شب رفتم اونجا، گفتم بعدش مرجان اینجا بودش، میگفتش اصلا این اونجا نبوده، دروغ داره میگه، من رفتم همون شب دیدم فیلم ها رو اینجوری. آخه به چه دلیلی؟ فقط به خاطر اینکه مثلا پیجش رو ببینه، خونه بفروشه؟ حالا اصلا کاری به اون ندارم. و اینکه چه داستان سرایی هایی که اصلا یک کدومش حقیقت نداشته. ما ایرانی ها معروفیم به این داستان، میگن یک کلاغ و چهل کلاغ، و واقعا گناه اشتباهه. شما موقع یه چیزی میشنوی، اگه واقعا حقیقت رو نمیدونی نباید قضاوت کنی. من فکر کنم بزرگترین علتش این بود که شما اون موقع سکوت کردید. یعنی سکوت کردم که نمیستم حرف بزنم اصلا. خب بعدش هم حتی علاقه نداشتید حرف بزنید، میگفتید ولش کنه. از بچگی من همیشه شنیده بودم میگن جواب ابلهان خاموشی است، ولی یه جایی هم دیگه نمیشه کوتا اومد. آره باید صحبت کرد. و امروز یک بار برای همیشه این داستان رو ببندیم. الان در حال حاضر این وسط اونجوری که من متوجه شدم و میدونم شما شاکی این قضیه هستید و اونها الان مجرم واقع شدن. این توی یه نفرشون که زندان رفت دو ماه، ولی خب اینجا مثل ایرانه دیگه، پارتی بازی و آشنا اینا وردنش بیرون، کسی که چونه ای منو شکوند. و در حال حاضر اون روز مرجان میگفتش حتی اگر پیروز جان هم بخشیده باشه، که یکیشون رو قانون نمیبخشه، یه همچین چیزی نه، خانم هم نمیبخشه، چون من هم نمیبخشم، چون آخه کدوم مرد دست رو زن بلند میکنه؟ چه مردی؟ اونو اسمش مرد نمیذارن که، اونو میشن خاک تو سر. مرد دست رو زن بلند نمیکنه. شما فکر کن دختر من، مهمانای من، خانم من، اصلا یه جا نازی رو حل میدن اگه تصاویر رو ببینین، که بعدا حتما من این تصاویر رو میذارم. اجازه بدین قانون پروسه تموم شه، من این ویدیو رو پخش خواهم کرد. حل میده نازی بود، نازی بره زیر تاکسی. کم بوده بود نازی بره زیر تاکسی. اصلا میگم یک وحشیایی، اصلا باورم میگم این یک کابوس بود برای من که چطور شما، ما اصلا حرفی نزدیم. من بهشون اونجا که وایساده بودیم گفتم ما منتظریم پلیس بیاد. تازه خب یه مشکلم مشکل زبان دیگه، زبانم که اصلا انگلیسی متوجه نمیشم دیگه. پلیس که پلیس دیگه، منتظر بودم پلیس بیاد. ما از اون میگم خانوم، مؤنث خانوم، به یه خانوم میگم خانوم که خانومه، درسته؟ درست. ما از اون شکایت کنیم، پلیس بیاد ما از اون شکایت کنیم که چرا به دختر من حمله کردی، دلیلش چی بوده؟ بکن یا این اتفاق میافته. یه عده آدمی که اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداشتن اومدن مثلا بالاخای اون خانم در اومدن. آره دوست بودن بابا، بده بسون اونجا، خدا میدونه چه خبره تو اون. پس اونا اومدن مثلا به قول معروف واسه اون ارزندام کنن، بگن آره ما به خاطر تو اومدیم اینجا، مثلا یه درگیری به وجود اومده اینجا مثلا واسه تو. ببینید ما این اتفاق افتاد، بعدش حتی سوار ماشین شدیم اومدیم بیرون، دختر من گفت دستام درد میکنه، آستیناش دارم دیدیم دستاش کبوده. بعد پسرم گفت من نمیتونم نفس بکشم، دیدیم جای دست سکیوریتی گارد رو گلوی دانشه، یعنی اینقدر شدید گلوی نفرش فشار داده بودن. تازه دانش کسیه که تو ویدیو شما میبینین وقتی این اتفاق میفته میره به سکیوریتی گارد میگه که بیان اینا رو سوا کنین از هم دیگه. دیگه اینو که نمیتونین انکار کنین که تو ویدیو، چرا به دانش دارین حمله؟ اصلا به خاطر دفاع از اون. حالا وقتی پلیس اومد عکس العملش چطوری بود؟ تازه پلیس اومد اینا بدتر هم شدن، ما مافیاییم، ما فلانیم، ما بیکار میکنیم. فکر کردن ما اینجا غریب و بیکسیم. یه دو تا تلفن زدیم، شما همشون عقب نشینی کردن رفقا که نمیدونستن، یعنی نزدیک ما اجازه ندارن، گفتن 10% اینا نمیتونی بری.
همچنین ما غریب و بی‌کس هم نیستیم. یعنی در زمان خودش موقعیتی نبودش، وگرنه اونا اون وقت متوجه بودن با کی طرفن. متاسفانه زمانی اتفاق افتاد. خب ما خیلی بی‌سرصدا رفتیم تو. رفتی داره. ما نه گفتم نازی چیز نکن گارد بشه و فلان. ما یه گوشه میشینیم زادوز دانش رو جشن میگیریم، کیکش هم فوت میکنیم. ما داشتیم میرفتیم صبحانه بخوریم. شما خب منشتون هم اینجوریه، برعکس خیلی از آرتیستا که یه جا میخوان برن اعلام میکنه آقا کجا میشناسنشون برن اونجا وی آی پی بگیرن چه میدونن. نه ما جای... وی آی پی که داشتیم برای خیلی مثلا با سکوت یه گوشه ای بودیم برای خودمون، برای خودتون. آره ما خانواده با دوستای بسیار نزدیکمون بودیم، ولی خیلی دوست دارن برن جایی که شناخته بشن. شما معمولا اینو چون رعایت اون اشکالی نداره دوستان شناخته اون مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیست. من همیشه همکارام بی سر صدا بوده. موضوع ناراحت کننده ای بود و همه آدمایی که شما رو دوست دارن و به نوعی خودتون میدونید که چقدر توی این مدت پیگیر این احوالات شما بودن، حتی به ما چقدر پیام اومد که نگران حال پیروز جان هستیم. ولی اون چیزی که من امروز بیشتر از همه میخواستم دو دل بودم ازتون بپرسم این که مبادا شما رو دوباره به هم بریزه، فکرتون رو ناراحت بکنه، چون به هر حال اتفاقی که ناراحت کننده است، حتی تصورش، تجسمش، حتی آدم بخواد بهش فکرم بکنه آدمو میریزه به هم دیگه. من واقعا نمیخواستم ناراحتتون بکنم، ولی با این که این اتفاقات افتاد الان دیدگاهتون نسبت به آلانیا تغییر نکرد؟ نه چرا تغییر کنه؟ من آلانیا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست اینجا دارم، ترک و ایرانی. شهر بسیار زیباییه، هواش بسیار خوبه. من جای این اتفاق افتاده اتفاق خیلی هم بدی بود، میگم یه کابوس بود، ولی من تصمیم گرفته بودم با همسرم که بیام اینجا زندگی کنیم و ما هنوز اینجاییم. من که نمیتونم تمام زندگیمو به هم بریزم به خاطر یه اتفاقی که میفته. اونم شما هر شهری بری، هر مملکتی بری، بالاخره خوب و بد داره، آدمای خوب داره، آدمای بد داره. آدمای خوب اینجا زیاده. دوستایی من خیلی دوست ترک دارم که واقعا ثابت کردن به من که منو دوست دارن. من کجا بخوام برم؟ شما دوست داشتنی هم هستید و اینکه واقعا اینو قلبا میگم بدون این شارفی، یعنی هر کسی که پیروز جانو فقط کافیه یک مرحله ببینه، یعنی اصلا منشتون، رفتارتون یه جور متفاوته که شیفته خودتون میکنید دیگران. و من فکر میکنم این به دلیل همینه که شما کم حرف میزنید و کمتر اینترویو میکنید و کمتر. حالا یه سوال دیگه هم که داشتم یه دفعه الان توی این صحبت ها به خاطرم باید ازتون بپرسم، شما تو شبکه‌های اجتماعی زیاد فعالیت نمیکنید، علت خاصی داره؟ حالا من همیشه به این باور بودم که یک چیز جالبی که اتفاق بیفته رو دوست دارم شریک باشم. یه کارایی کردم، یه چیز خدمت بگم خیلی جالبه. یه عکس گذاشتم از خودم توی استخ، خوابیده بودم روی یکی از این فلوترها توی استخ، یه عکس خیلی قشنگ پست کردم. یه پیام برام اومد اون زمان مثل اینکه خوزستان کمابی داشته. بعد نوشته بود که واقعا این درسته که شما این عکس رو گذاشتی و ما اینجا تشنه آبیم، برای آب خوردن آشامیدن. یعنی دلم شکست، خیلی دلم شکست. هم چرا من باید یه کاری بکنم که یه کسی که نداره، نتونه، میدونی چی میگم، که دل یکی بشکنم؟ این چه کاریه که چی؟ اینستاگرام هم بره بالا، میخوام 100 سال سیاه نره بالا. اون پستو که پاک کردم همه با من جربس کردن، چرا پستو پاک میکنی؟ خب هر کی یه حرفی میزنه. گفتم من نمیام یه چیزی بذارم تو اینستاگرام که دل به کسی بشکنه. این برای من اصلا ناراحتم میکنه که چی تبلیغ کنم واسه خودم؟ میخوام 100 سال سیاه تبلیغ میکنم. کسی که منو دوست داره، منو میشناسه، من الان 40 ساله تو این بیزنس هم.
من شناخته دیگه، تو این سالا دیگه کارم با کارنامه من آشناست، آهنگ جدیدیه، کار جدیدیه، پخش میکنم ببینن بشنون. شما یادت گفتی یه چند بار گفتی هی مصاحبه فلان، حتی برنامه‌ای که در کانادا آقای خوش زمان با من چند بار صحبت کرد، گفتم به خاطر اتفاقایی که تو ایران داره میفته من شاد، چه شادی کنم؟ مثلا شاد نیستم که شادی کنم، آهنگای منم 90% شادن برای شادیه، با اینکه لازمه، شادی لازمه به چشم کور اونایی که نمیتونن ببینن، ولی برای همینه من خیلی کم پست میذارم. مثلا نشسته شما یه غذای بسیار میگیرن، عکس میگیرن و پست میکنن، زیرش هم مینویسن خب آیا یکی میبینه استیک نمیتونه بخوره، خب من چرا دل اون طرف رو بشکنم که دارم استیک خودم میخورم؟ خب میخورم، پست لازم نیست بکنم. و اصلا موافق نیستم شما هر لحظه زندگی تو هر کاری میکنی تق میذاری. پس پرایویسی کو؟ پرایویسی زندگی چی میشه؟ من زندگیم پرایویته، زندگی زنشم پرایویته، زندگی تو خونم پرایویته و هر کسی میاد تو خونه من میدونه. آقا این دوربین رو نامحصول روشن نکنی، یه چیز کنی بعد بذاری پست کنی. اومدی تو منزل من، اینجا محیط زندگی منه، شما از مهمان اومدی تو خونه من، حالا شما یادگاری میخوای، عکسی بگیری، فیلمی بگیری، هیچ مشکلی نیست. ولی پست کردن چیه؟ این داستان چیه؟ من با خیلیش موافق نیستم، اصلا موافق نیستم. خب پس این جزء اصولتونه، یعنی بهش اعتقاد دارید که اصلا هر چیزی رو توی سوشال مدیا نذارید؟ نه، لازم نیست. ولی با این اوصاف رابطه تون رو توی سوشال مدیا با طرفداراتون دارید؟ یعنی بله، مثلا... البته که دارم، البته که دارم، یعنی جوابشون هم خودم میدم. آها، خب پس اگه هر کسی پیام که میذارم خودم جوابشون رو میدم، یا لایک میکنم یا جوابشون میدم اگه سوالی داشته باشه. یه شاعری دوست داشت واسه تون ترانه میفرستن؟ خیلی خیلی کار بر من میفرستن، من همه رو گوش میکنم. خونی که باب، یعنی فکر میکنم که استایل پیروزه به پیروز میخوره رو انتخاب میکنم و انجام میدم. یکی از مواردی که بارها شده بچه ها به من میگفتن از بیننده های خوب تلویزیون فور یو، پیدا نکردن پیج شما توی حالا اینستاگرام و باقی شبکه های اجتماعی بودش، به دلیل اینکه همه میرفتن پیروز رو همون جوری که باقی باید نوشته بشه، همون جوری که پیروزی. تقصیر شما نیست، تقصیر منه. من یه توضیح بدم، موقعی که من، البته همه خوشحال بودن اون موقع که سیتیزن آمریکا شدن، من همچنین خوشحال نبودم، ولی خب چارم نداشتم، بالاخره شد خونه دوم بنده. اون موقعی که میدونی که تو آمریکا معمولا اسمشون امضاشونه، شما اسمتونی که میسی امضا میکنی. من خیلی حساسم و حتی رو از دوری دبستان رو دستخط و همه چی حساسیت داشتم رو دیزاین و اینا. من حتی کارهای آرشیتکتی هم میکنم از نوجوانی. این اگه امضای منو توجه کنین، این پی و وایو که توجه کنیم بهش خیلی جذابه. من به جایی که بنویسم PIRUZ یا PEERUZ که میشه پی روز، من نوشتم پایروز. خب هیچکی به عقل سالمش که انگلیسی بلده پیروز وای نمی نویسه که، برای همین پیدا نمی کنن. شاید سالی 100,000 نفر اینو بزنن و پیدا نکنن. باور کنین می نویسن پیروز جان، انقدر ما گشتیم 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 تا بالاخره پیدات کردیم، پیدا کردیم اینستاگرام شما. اونا دیگه طرفدارای دو آتیشن، ولی خب من خودم یادم سالها پیش آخر سر از متین پرسیدم، گفتم من هر چی میگردم اصلا اینستاگرام پیروز جان پیدا نمی کنم. گفت وای گذاشتی بذار تا دیدم. آره گفتم پس اینجوریه داستان. حالا در مورد یوتیوب هم میخواستم بپرسم، اینم اونجا هم فعالیت دارید؟ بله. کاراتون اگه بخواد، چون میدونید که الان جدیدن خیلی اتفاقی افتاده که الان اکثر هنرمندامون ناراحتن از این موضوع، این کارهایی که شرکت‌های موسیقی میکنن و برمیدارن کارهای اختصاصی برای خودشون و حتی خود
بارها شده اینجا، ما بیش از 70 تا مصاحبه با هنرمندا داشتیم، کارهای خودشونو در خلال برنامه لابلای برنامه میومدیم پخش کنیم، میدیدیم به خاطر اینکه مثلا آقای آونگ یا رادیو جوان یا سایر کمپانیا اختصاصی کردن، خود خواننده نمیتونه مثلا از کار خودش استفاده بکنه، تو یوتیوب چنلشون نمیتونن بذارن. آره تو یوتیوب چنلشون. شما کاراتون با کمپانی خاصی کار میکنی؟ من قبلا با آونگ کار کردم، با کمپانی دیگه کار کردم، الان سعی بر این هست که خودمون هزینه کنیم و اون زیر قراردادی نریم که بتونید خودتون درآمد داشته باشید، که بره تو یوتیوب اکانت خودم. آره خب پس این پس از این به بعد وقتی وارد یوتیوب اکانتتون بشن میتونن جدیدترین کارهای شما رو. بله دیگه از این به بعدش دیگه همه رو خودمون، من و همسرم دیگه، یعنی تیم پایند آزاد انجام. پایند آزاد. واقعا مصاحبه خوبی داشتیم، زیادم خستتون کردم. نه اتفاقا یکی از مصاحبه حالا مصاحبه گفتگو برام جذاب بود، خوب بود، با اینکه خوش گذشت. واقعا مدت ها بودش که دلم میخواستش که این اتفاق بیفته. در مورد کار جدیدم اگر توضیح بدید، الان پلنتون برای آینده چیه؟ الان کاری که خیلی کار نوشتم خودش، الان چیزی که منو به مرز جنون نرسونده هدیه‌ای بود که خانمم برام گرفت، یه پیانوی مینی گراند گرفت برام حدود 5 سال پیش، و واقعا باور کنه اگه این پیانو تو خونه نبود من دیوانه میشدم. شما خیلی سرگرم. رابطه من و این پیانو و ترانه هایی که به عنوان مثال از این دوست نازنینم حسن علیشیری عزیزم که در اختیار من گذاشته خیلی کار نمیشه. مثل که با کارش خیلی حال کردی داد. خیلی خوشحالم. این دومین بار دارید اسمش خیلی خوش. ببین. ببینید کار هر کس به کنار، شخصیت انسان ها شخصیتشون چیه؟ قلبشون چیه؟ بسیار با شخصیته، بسیار دوست داشتنیه، و در کنار اون هنرمند خوبی هم هست، هم شاعر خوبی هم ترانه سرای خوبی. حالا از این کارهای جدیدتون میبوسمت یکی از کارهایی که حسن علیشیری عزیز ترانه رو سروده. کار زیاد دارم، دوتا کار اوریجینال تورک دارم با اشکان خشایی عزیزم، داریم یه سری کار رو انجام میدیم، یه سورپرایز دارم که گفت خدمتون گفتم نمیشه لوش داد. مشغولم حالا که میتونم بخونم. شما کارهای حسی رو خیلی خوب میخونید، برخلاف اینکه همه عادت کردن پیروز جان توی اون کاراکتر ببینن که همیشه کارهای شاد و تو همون سبکایی که از روز اول داشتید. خب البته این سبک شما شده به نوعی، شما جز شما کسی سبک شما رو نمیتونه اجرا کنه. بعضی خواننده هستن که ترانه‌شون یه نفر دیگه میره تو عروسی میخونه از خود خواننده بهتر، ولی کار شما رو فکر نکنم هیچ کسی بتونه اجرا بکنه، فقط خود پیروز جانه که میتونه اون کارو بکنه. اصلا بیبی جونو کسی میتونه انجام. من شنیدم اتفاقا اینجا شما گفتی، من چند تا ورژن از بیبی جون شنیدم، اینقدر اینا شیرین بود برام چون نمیدونستم اینا چی دارن میگن اون وسط ها، لغت رو نمیدونستن چی، از خود چون یه چیزی در برده بودن، انقدر این بانمک بود این اجرا که خیلی لذت بردم. حالا چرا توی این اجراهای جدیدتون که من چند تاشو دیدم، آهنگ پول و یه آهنگ دیگه هم هستش، رنگ پیش پیش ماما، پیش پیش ماما رنگ رنگ اونا رو دیگه نمیخونی تو کارت؟ یه بار دو بار اجرا کردم، واقعا جای شهبال کنارم خالی بود و اصلا بهم نچسبید، یعنی این باید شهبال در که با هم اجرا کنیم، برای همین اجرا نمی کنم. پول رو یه قسمت رپ داره که شهرام جون شهبال جون رپ میکنه، اونو گاه گداری اشاره بهش میکنم، ولی در کل جذابیت این کارا اینه که با هم دیگه باشیم. با هم دیگه باشیم. من تو انتهای صحبت ها فقط در مورد اینکه پلنتون برای آلانیا، برای کسایی که قراره بیان در آینده، چون خیلی
راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. اولا اینکه خیلی افتخار می‌کنیم همیشه که شما تو آلانیا زندگی می‌کنید، چون منم مثل شما و خیلی دیگه همه یه جای دیگه زندگی می‌کردیم. یه روزی پامون اینجا باز شد و مثل من به بچه‌های تهران میگم اینجا این لواسون میمونه، یعنی شمال خودمونه. این شمال خودمونه اینجا، واقعا این شمال خودمونه. آره حالا البته شمال زمان شاه، یعنی یکی با بیکینی میاد رد میشه، یکی هم روسری سرشه، هیچ کی هم بهش کی کاری نداره، هر کی سرش کار خودش. و به شدت هم کسایی که کار هنری میکنن الان کم نداریم اینجا زندگی میکردن و میکنن. من خیلی ها رو حالا اسم نمیخوام ببرم تو برنامه، ولی افرادی بودن که خب به هر حال وقتی میومدن استانبول میدیدن همون کلان شهری که بودن، مثل لس آنجلس یا تهران یا هر شهر بزرگ دیگه که بودن، همون مشکلات هست، ولی توی آلانیا یه آرامشی هست که یه جای دیگه نیستش. آفرین. بله. برای آینده هم هیچ وقت مثلا به این فکر کردید که مثلا شاید دوباره برگردید امریکا؟ بعید نیست که توی یکی از شهرهای امریکا یه جایی داشته باشیم، چون من بالاخره اونجا بزرگ شدم. بزرگ شد. خانمم اونجا بزرگ شده، پسرم اونجا بزرگ شده، دخترم اونجا بزرگ شده. همیشه رفت آمد دارید. یه چیز خیلی ناراحت کننده خدمتت بگم و با بسیار حرف هم حقیقت هم ناراحت کننده، یکی از دوستان من بعد از سالها دوست، یعنی مثل برادرمه، حمید رزازان، بعد از سالها رفت ایران، بعد برگشت، خب نشستیم صحبت کردن، خب بگو فلان اینجوری گفتم اونجوری گفت اینجوری گفت، خب میدونی چیه، ماها که اینجاییم به عقیده من آمریکایی هستیم که زبان فارسی بلدیم، چون من یک دنیا فاصله داشتم از زبانی که عوض شده، از رفتاری که عوض شده، نه که بد باشه ها، نه که بد شده باشه، این اشتباه نکنیم، عوض شد، متفاوته با زمانی که ما ایران بودیم. گفت خب ما با یه کالچری بزرگ شدیم که اون کالچر رو یاد گرفتیم، درسته؟ و کالچر داخل ایران خب فرق میکنه، من نمیخوام اسم بد روش بذارم، الان خیلی از پدره با بچه هاشون همین مشکل دارن، فرق میکنه با کالچری که ما در آمریکا، من از 14 سالگی بزرگ شدم، من 43 سال اونجا زندگی کردم، بیشتر عمرم اونجا بودم، و یه جورایی فکر کردن ما و رفتار ما، البته من چیزای خوبو برداشتم. خواب میبینید خوابتون کجاییه؟ ایرانی یا آمریکایی؟ والا نمیدونم. فعلا بین سه زبان بعضی وقتا میام حرف میزنم میبینم یه ذره انگلیسی یادم رفته. میام ترکی بگم، ترکیم زیاد خوب نیست. فکر کنم فارسی مثلا میشه بهتره، چون خیلی علاقه دارم به زبان مادریم، خیلی هم دارم زنگ میکنم که واژه های عربی رو از دهانم بندازم. شما خیلی هم تاکید میکنید، اصلا نمیبینم به اون صورت کلمه‌های حتی انگلیسی هم به اون صورت استفاده کنید، میگردید بالاخره معنی فارسیشو پیدا میکنید. سعی میکنم، خب بعضی جا حضور ذهن ندارم که اون واژه چیه، ولی خب میپرسم، خجالتم نمیشه. آره بعضی انگلیسیشو میگم یا آره مردم نفهمیدن هم متوجه نشن. نه خب من دوستانم یاد بگیرم اگه واژه درستشو بلد نیستم. ولی ازتون خواهش میکنم دیگه این دفعه که رفتید دوباره مصاحبه، ما که همدیگه رو میبینیم ولی مصاحبه دیگه نشه، 5 سال دیگه اگه شد دوباره اینجا بیاید. چرا کنم، چرا کنم، حتما انجام میدیم. حتما توی پخش این برنامه متوجه خواهید شد که چقدر بیننده های ما شما رو دوست دارن، چون ما روابط عمومی فوق العاده قوی داریم با بیننده هامون، مثل شما که جواب همه رو میدیم، جواب همه رو میدیم و از همین جواب دادن ها متوجه میشیم که چه کسایی مورد علاقه و مورد توجه بیننده ها هستن و به همین خاطر مطمئنم این جزء یکی از بهترین برنامه های ساعتی با فوریو در سال گذشته بوده و امیدوارم که بیننده ها هم با ما موافق باشن و حمایت بکنن از این برنامه. و در انتها یه بار دیگه میخوام ازتون تشکر کنم و
ازتون شما بیننده زیاد داری قربونتون برم. میدونم که اینجور هست. شما همیشه محبت داشتید به خدا. از روز اول که منو دیدید به من محبت داشتید، ولی این باعث افتخار منه. همون جوری که شما میگید شهبال و شهرام و اینا قبل از شما کار میکردن، برای من حرف زدن شما در مورد این که مثلا همین اندازه که تایید میکنید واسه من جای خوشبختی و خوشحالی داره. نه من تعریف شما رو قبل از اینکه با هم آشنا شیم شنیده بودم. همه از شخص از شما تعریف میکنن. بنده هندونه فروش نیستم، باور کنید. یا یه حرفی باور دارم میزنم یا سکوت میکنم در کل. تعریف شما رو شنیده مرسی. بودم. خیلی هم این مصاحبه خوب بود. خیلی راحت بودم. بانو خیلی ممنونم از قهوه بسیار لذیذی که برای من درست کردید و حتما این کار رو دوباره انجام خواهیم داد. با هم میشینیم و گپ میزنیم انشالله. یو دیدی اصلا رفتیم تو پارک. آره اتفاقا من دریا. به مرجان دیروز داشتم میگفتم که استدیو جدیدمون رو ببریم پیروز جان رو نشون بدیم، اگر موافق بودن برنامه رو بریم اونجا بگیریم، چون یه جایی الان گرفتیم فقط نزدیک 300-400 متر حیاط داره، یه استخر کوچولو داره، بعد آره دور تا دورش رو کاج کاشتم، بعد پشت کاجه رو شیشه کردم. بله یعنی من میتونم سگم بیارم. آره قشنگ میدو اونجا دیگه. حالا دوتا واق واقم کرد. آره نگیم پارسا واق واق. میدونی یکی از سوالایی که نپرسیدم چی بود؟ حالا یه ثانیه هم میخواد برنامه اضافه بشه. اولا که اجازه بدین خواهش میکنم، این ساعتی فوریو نیست، این ساعتهایی فوریوه. حالا اینه بپرسم و تمامش بکنم، رابطتون با حیوانات چجوریه کلا؟ من از کودکی سگ داشتم، عاشق حیوانات هستم. من هر شب یه چیز حدوده، اینم میگم از کی یاد گرفتم، 7-8 گربه خیابونی دارم که با سگم آخر شب که راه میریم میایم اونجا، سگم باید میسه، همه غذاها رو هم گذاشتم اونجایی که نگهبان هست، اتاق نگهبان. اینا هم دنبال ما راه میفتن، میدونم ما برگشتیم، به اینا غذا میدم. چون ببینیم من فرمول زندگیم، هر که فرمولی داره، راه روشی داره، من فرمول زندگیم همیشه بوده وین وین سیچویشن، برنده برنده. من حالم خوب میشه، اون گربه ها خوراک میگیرن، اینم من از آقای شمعی‌زاده و آقای عارف یاد گرفتم. بگم آره گفتم اینو آقای شمعی‌زاده انجام میده، آقای رسایی انجام میده، آقای عارف انجام میده. خیلی چرا این داستان غذا دادن به گربه های خیابونی تو لس آنجلس؟ خیلی حس خوبی میگیری. هم گناه دارم، هم شما احساس خوبی میکنی، حالت خوب میشه. همیشه کمی سیر کردی، چرا نه؟ آره آقای رسایی 8 گربه تو خونه داره فقط. من هیچی تو منزل ما حروم نمیشه. باور کنین یه چیزی کاری که من اصلا دوست ندارم سبزی خرد کردن و شستن اینا. ولی وقتی که حالا بعض وقت خودم انجام میدم، بعض وقت خانمی که برامون کار میکنه، این دوماش هست که میریزن دور. اونا رو هم جمع. اونا رو بر میدارم میذارم کنار. خودم کات میکنم کوچولو کوچولو، حالا یه ذره نون مونده، برنج مونده اینا. یه باقی پایین خونه ما که من راه میرم با سگم پر مرغ و خروسه، به یاد رنچم، چون من تو رنچم مرغ و خروس داشتم. یه دن برنج من نمیذارم حرموشه، میرم میزنم برای اونا. چرا نه؟ اونا. چرا نه؟ آره. چرا نه؟ حس خوب فکر کن تعداد ما بیشتر بشه، ببین چقدر گرسنه کمتر میشه، حالا چه آدمیزاد چه ایمونا. و یه چیزی که خیلی در رابطه با این خوشحال هستم اینی که دارم این فضای مجازی رو نگاه میکنم، در ایران چقدر دارن این کارا رو میکنن. یا آقای عباس من فالوش میکنم، میره میگرده کلی از این مثل که گردن مرغه، هر چی سگ غذا میده تو ایران. چه انسان بالایی، چه انسان خوبی. ما واقعا منتظرم اینو رو به رو ببینم. و اشخاصی مثل ایشون، نه تنها ایشون، خیلی دکتر دامپزشک هستن، خیلی ها من اینا رو میبینم، پناهگاه میزنن برای سر. پناهگاه وفا که خیلی ساله هست، یکی دیگه هست خدایا خیلی داریم الان توی جاهای مختلف. آره چقدر کار قشنگ، چه حس خوبی داره. بعد از اون برم دولت میاد، شهرداری ها میان شروع میکنن به
نابود کردن ای بابا. که اصلا حرفش هم آدم و پشتش آدم میلرزه، چه برسه که بخواد ولی ما این پیروز حال خوبمونو آره خراب در آخر پیروزمندانه یاد با... یا شما یاد باشه ما پیروز میشیم. خوش باشید پیروز و پاینده. چی میگن سفیدی بر سیاهی پیروز هست چیه؟ یه همچین چیزایی من یادم همیشه آره همیشه سفیدی بر سیاهی پیروز میشه خواهد. پیروز خواهیم شد، نگران نباشید. خوش باشید پیروز و پاینده. بای بای تا برنامه سال آینده. سال 5 سال آینده. خدا نگهدار.